تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ پروژه ددگاد، پروژه مسعود مقدری. ترکی جدید منتشر کردن و راجبش صحبت کنیم و ترک رو در مرحله اول گوش بدیم. ترک 3 روز پیش اومده، انیمیشن ویدیو داره و انیمیشن ویدیوش هم کار دد هده، خیلی سفت. برو بریم طبق روال همیشم که اون هدفی که پشت ساخت این موزیک هستم اینجا واسمون نمایش داده میشه. رسانه قدرتمندترین نهاد روی زمین، آنها این قدرت رو دارن که بیگناهان رو مجرم، مجرمان رو بیگناه جلوه دهند و این قدرت هست، زیرا آنها از آن عمومی را کنترل میکنند. اوکی، فاز این ترک هم فاز دس متاله و تو هشتگو دسکور هم ددگاد زده، فکر کنم یه سویچ ریزی ما باید داشته باشیم مطمئنن وقتی هشتگ دسکور هم خورده. فکر کنم قبلا هم گفتم ولی دوباره به این موضوع اشاره کنم، سویچ کردن ددگاد از بلک متال به دس متال یکی از مهمترین کارهایی بود که از این پروژه انجام داد. درسته از اول قرار بود این پروژه مولتی ژانر باشه و هر چیزی که مسعود مقدری دوست داره در از تولید شه، ولی من اون فاز دس متال ددگاد رو خیلی بیشتر از حالا فاز بلک متالش دوست دارم. من واقعیت انیمیشن ویدیوش یاد یه آقای منو میندازه، بذارم پیدا کنم پیجشو. اینا این چنل یوتیوب گاستون ویناس، اگه اسمشو درست بگم، یه شخصیه که بذارم کجایی اول آرژانتینی و اکثرا واسه رادیو هد انیمیشن میسازه. فکر کنم اکثرا که همه کاراش واسه رادیو هده و انیمیشن مفهومی میسازه، خیلی آرت بامزه‌ای داره، همه چی امضای خودشه. خیلی پیشنهاد میکنم این چنل یوتیوبو یه نگاهی بهش بندازید. و برخورد ددگاد با دد هدم که اسمش هم خیلی شبیه هم هست، یه همچین جرقه‌ای میتونه داشته باشه، یه همچین چیزی میتونه بسازه و خیلی خوشحالم واقعیت. یعنی انیمیشن ویدیو به پیامی که حالا پشت تکس هست و چیزی که اصلا ددگاد داره اشاره میکنه خیلی مستقیما نشون میده و من الان متوجه شدم که زیرنویس فارسی هم داره. پس بذار یه بار دیگه از اول گوش بدیم تا کنم. یه وکالی که مسعود داره اجرا میکنم خیلی دوست دارم، مثلا یه تیکه چه آرتی زده، ولی در کل آرتو خیلی هستم، انیمیشنی که زده رو خیلی هستم. کلا
کنترل کیفی دیدهد هم خیلی عجیب غریبه. یعنی یه سری پروژه ازش دیدم، مثلا پروژه ها رو من واقعا نبودم چیزی که مثلا درست کرده. البته که نسبت به کیفیت موزیک اونا هم دیدهد داره میسازه، حس میکنم یعنی کاملا با اون کیفیت موزیک که اونا درست کرده بودن، خب یه همچی آرتی از سر اونا هم زیاد بود، ولی کلا چیز قابل قبولی به اون شکل نبود، حداقل حالا واسه من بیننده همونجوری که موزیکنم. ولی واسه کارهای درست حسابی واقعا آرت خفنی میزنه. این انیمیشن ویدیو واقعا چیز مریضیه، چیز باحالیه، چیزی که داره خیلی کمک میکنه به تجربه ما از دیدن و شنیدن موزیک. به اون تجربیاتی که منصور داره توی بند سوئدی هم جذب میکنه، هیومن دیسپوزال تو اونجا هم داره جذب میکنه، حالا اونجا که دارن بیتان کار میکنن خیلی مستقیم داره روی کارهای خودش هم تاثیر میذاره، یعنی اینو به وضوح میشه شنید، به وضوح میشه دید و این نکته خوبیه. سر همین میخوام برگردم یه بار دیگه بریکتانو گوش بدم و دیگه بریم تو کارش. شدیم به هالو جنریشن از دید گاد و بریم که راجبش یه مقدار جدی‌تر صحبت کنیم. یه نکته که هست اینه که ناخودآگاه آدم ذهنش میره سمت مقایسه کردن هالو جنریشن با ارادیستوپیا که کدوم
به نظر مخاطب ترکیب بهتری. و واسه خود من چون این فضای بیتستانی اینترکت و موضوع اینترکت در مرحله بعدی واسه خود من جذاب تره، یعنی این داستان مدیا و تاثیرش روی مردم چیزی نیست که کلا کمیته متال مخصوصا باش غریبه باشه. سال هاست که همچین ترکایی با همچین مزامینی داره ساخته میشه، راجبش به روش مختلفی داره صحبت میشه، ولی زوره کسی به اون شکل نمیرسه. یه نکته‌ای که داشت این که من دوستشم حالا چه تو تکس چه توی کار به اینم اشاره کنن که مثلا به آرتیست های مثلا اینداستری پلان یا پی تو پلی آرتیست ها مثلا یه مقداری بیشتر بپردازن یا حداقل اشاراتی به این داستان هم شه، چون که خیلی وقته تایم خیلی زیادیه که ما درگیری همچین آرتیست هایی هستیم و به نظرم میشه یه ریشه انتقادی بزرگم به یه همچین موزیسین هایی داشت، به یه همچین حالا آرتیست هایی داشت اسمش روشه، آرتیست هایی که پول میدن تا نقش اون رول آرتیست رو بازی کنن. تو ایران هم به شکل خیلی مسخره و پیش پا افتاده ای داره یه همچین چیزی بازی میشه و صرفا با روابط، یعنی کسی پولی داره، پولی جریان نداره تو این سیم که حالا بخواد کسی برداره یا دست به دست کسی شه، یعنی به اون شکل پولی جریان نداره. ولی در کل دوستشم به این مثلا اشاره شه. ولی اینکه کدوم ترک بهتری هست، به نظر من جفتشون یک جورایی لحاظ تجربه شنیداری من توی یه لول قرار میگیرن. جفتشون ترک های لذت بخشی هن، جفتشون ترک هایی هن که میشه چندین بار گوش داد، میشه چندین بار شات بهش داد، یه سری هایلایت ها واسط به وجود میاره مطمئنن، درسته یه همچین چیزه. ولی واسه خود من ارادیستوپیا به نظر من ترک بهتری از هالو جنریشن بود، با اینکه هالو جنریشن رو من موضوعش بیشتر دوست دارم. ترانزیشنی که تو 2 دقیقه و 45 ثانیه بود و اونو خیلی بودم، خیلی حال کردم، خیلی به جا به نظر من انجام شده بود. اون وام گرفتن مسعود از بیتستان رو دوست داشتم، ولی در آخر ارادیستوپیا به نظر من ترک بهتری بود. ولی از لحاظ بستری تو بخوای حساب کنی هالو جنریشن خیلی بهتره، یعنی همین انیمیشن ویدیویی که واسهش درست کردم به نظر من لیریکس ویدیو ارادیستوپیا بهتره. خب اسمش روشه انیمیشن ویدیو، اون لیریکس ویدیو اصلا دو تا چیز متفاوت، مطمئنا انیمیشن ویدیو بهتره. در مرحله بعدی اسکریمایی هم که تو این ترک ما از مسعود دیدیم و نوع اجرای وکالی که داشتیم میدیدیم یه سری چیزای جذاب‌تری داشت بهمون نشون میداد. یه سری جا میطلبید ما بلق بشنویم، یه سری چیزا میطلبید یه مقداری بیشتر پی اسکویز بشنویم اونجور چیزا، و امیدوارم که در حال کارهای بعدی اسکیل وکال عجیب و غریبی هم روی این اینسترومنتال خفنی که داره میسازه اضافه تر بشه. نظرتون حتما حتما بنویسید و تا ویدیوی بعدی موزیک خوب گوش بدید.